د تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. د کندز د چردرې او دشت ارچی ولسوالۍ د سقوط تر څنګ او یا تن امنیتي سرتیری هم د وسلوالو په معاصره کې قرار لري. په ولسي جرګه کې کندز د خلکو استازي وایي چې په دغه ولایت کې جګړه په شدت روانه ده او د دغه جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي، او که له دغو کورنیو سره جدي او په ځای مرسته ونه شي نو کندوز ولایت به له ناورین سره مخ شي. همدا اوس هم په کندوز کې جګړه روانه ده. دشترچی او د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی ده او یا تنه د افغانستان د وسلوال پوځ سرتیری په معاصره کې قرار لري. له څو ورځو راهیسې دغه سرتیری په معاصره کې دي. د مرکزی و حکومت له خوا نه په جدي او په موقع سره دوی ته مرستې ونه ورسیږي. د هغه څه دي چې د کندز استازي په ولسي جرګه کې د مسلې ته اشاره کوي او وایي چې ژر تر ژره باید د کندز د امنیت د ښه والي لپاره اقدامات وشي. دې تر څنګ د ملي دفاع وزارت وایي چې د دشت ارچی او د چاردرې د ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره امنیتي ځواکونه په خپل عملیات پیل کړي دي او دغه دوه ولسوالۍ به بیرته له مخالفینو څخه ونیول شي. داسې راپورونه هم مخپاره شول چې مخالفین د کندوز ولایت 12 کیلومتره تر رسیدلی دي. واقعا په کندوز کې څه جریان لري؟ ولې مخه نه نیول کیږي؟ آیا کمکاری صورت نیولی ده؟ له تیرو څو ورځو راهیسې چې د کندوز د خلکو استازي په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې په وار وار دا ویلي دي چې کندوز وضعیت په خرابېدو ده، ولې دغه مسلې ته جدي پاملرنه ونه شول او بالاخره څنګه کولی شو چې کندوز وضعیت سم شي؟ د پوځي چارو شنونکي په دې باور دي که کندوز وضعیت همدا ډول نامنی زیاته شي نو په همجوار ولایتونو باندې مشخصا په بغلان باندې بد اغېزه لرلی. که کندوز خدای مکړه سقوط کوي نو ورسره په څنګ کې نور ولایتونو د سقوط لپاره هم ښه زمینه برابرېدلی شي. په بحث کې راسره عبدالله قرلوق صاحب د مشرانو د جرګې غړی راسره بحث کې میلمه ده او د مسایل بل د سره وڅېړو. ښاغلی قرلوق صاحب د کندوز ولایت ده او په مسایلو باندې پوه ده او له نږدې نه څخه یې دغه مسله څېړلې ده چې اوس څه جریان لري. قرلوق صاحب بسیار خوش آمدید. واقعا چه جریان داره ده؟ تشکر. ما د قدم اول سلام خدمت همه بینندگان عزیز. ما به برکت ماه مبارک رمضان متاسفانه حادثه دلخراش تکان دهنده ای که امروز شما شاهد بودین در شورای ملی صورت گرفت، ما اطاف دعا میفرستم با کسانی که در این حادثه بسیار قدبار و ناجراحت برداشتن. در ولایت قندوز هم رقمی که شما معلومات دارین، ما از چندین روزها به این طرف در هفته های گذشته در ماه های گذشته بارها ما هم تشویش نگرانی خود نسبت به وضعیت قندوز ما را از طریق جلسات عمومی من ارائه کردیم و در نشست هایی که با مسئولین رهبری خود حکومت وحدت ملی که ما داشتیم، به خصوص سرپرست وزارت دفاع ملی، وزیر داخله، چون معلوماتی که ما داشتیم از وضعیت ولایت قندوز ما را درک میکردیم و این را ما میدانستیم که در صورتی که توجه اگر صورت نگیره، اگر در صورتی که یک هماهنگی درست ایجاد نشوه، یک حرکت قاطی جدی صورت نگیره، ما این تشویش داشتیم که خدا نخواسته باعث از این نشود که ولسوالی هایی که پی دیگه سقوط نکنن. ولی بدبختانه چنین هم شد. یک ماهی که در حالت سکوت گذشت، دلیلش هم این بود که مسئولین محلی ولایت قندوز، رهبری ولایت قندوز، اونا فرصت عزیز دادن برای مخالفین که تا اونا با فکر آرام، با خاطر جمع، اونا مصروف جمع آوری حاصلات و زکات مردم بودن، اینا فقط نظاره میکردن. من امو وقتم صدای خود بلند کردم که بلیاز خدا قبل از این که مخالفین نظام دولت تجهیز شود، قبل از این که تقویت پیدا بکنه، با جمع آوری حاصلات و زکات مردم، روحیه ضعیفی که مخالفین دارن، شما دست به کار شوین، شما وارد عمل شوین برای مبارزه، برای نبرد، برای عملیات تصفیوی بهترین فرصت و زمین است. اما متاسفانه که قندوز هم رقمی که برای شما معلوم است برام کندوی افغانستان یاد می شود. لکه ها سیر
حاصلات و گندم اونا جمع آوری کردن. بعد از اینکه اونا خاطرشان جمع شد، خود تقویت کردن، تجهیز کردن، در صدد از این بار آمدن که بعد اونا حمله ای را روی دست داشته باشن. یعنی سهلنگاری در کارها صورت گرفت مسئولین محلی بدون. چرا موقع دادنش بحث جدی اینجاست که چرا برش موقع داره، اما فعلا چند ولسوالی سقوط است، معلومات شما چی است؟ معلومات ما در این قسمتی است که یعنی او روز شما شاهد بودن که ولسوالی چاردره سقوط کرد. فعلا خط بین دولت و بین طالبان مخالفین فقط سر پل دریای چاردره است که او طرف پل مخالفین قرار داره، در این طرف پل دولت قرار داره. و این حوالی ساعت صبح امروز متاسفانه و بدبختانه ولسوالی دشترشی به صورت کل او سقوط میکنه. حتی مخالفین تا قریجات ولسوالی خواجه غار تا منطقه ز یک منطقه را زرکمر میگه، زرکمر دشترچی مکمل سقوط کرد به صورت کل. تعمیر ولسوالی به صورت کل ولسوالی دشترچی حتی 1% هم پیش در اختیار دولت متاسفانه قرار نداره. نه تنها که ولسوالی ارچی سقوط کرده، قریجاتی که متصل به ولسوالی خواجه غار که هم مرز مشترک با ولسوالی دشترچی می باشه، دو ساها اونا رفتن نفوذ کردن. حتی سر امکانات زیاد، تجهیزات زیادی در ولسوالی ارچی هم گذاشته شد. در این قسمت، در این ارتباط هم من صدای خود بلند کردم قبل از اینکه ولسوالی ارچی سقوط بکنم. من گفتم که فرماندهی محلی ولسوالی دشترچی، قمندان امنی دشترچی، بر اساس یک تفاهم و نشستی که با مخالفین داشته تصمیم از این را داره که ولسوالی ارچی را بر اساس سازش که داره سقوط بده. ولی این گپ هم کس گوش ندادن. خود قمندان امنی دشت ارچی ولسوالی دشت ارچی را سقوط داد. بله این همه دلیل بود که بر اساس همون سازش و تفاهمی که با مخالفین از سالها، یعنی از چند سال به این طرف داشت، یعنی همیشه اونها را گپ میداد، بالاخره امروز اگر در اینجا من نمیتونم که چون از طریق رسانه ها مطبوعات جزئیات در این ارتباط من ارائه بکنم، متاسفانه تجهیزات زیادی را اگر سازش، اگر تفاهمی اگر نمی بود، اینقدر تجهیزات بزرگ و زیادی را در اختیار مخالفین قرار نمی گرفت. آری هم که چگونه سازش کرده قای خرلو؟ خب تفاهمی که خود داشته با او به این که این مرد میبرم شما میتونی که بیاین، همه چیز در اختیار شما قرار میگره، ولی همون ترتیب هم شد. آله هم که مراد علی مراد در اوجا رفته یا رئیس عمومی نظمی آمد در اوجا که رفته، من معلوماتی که از مردم دارم در ولایت قندوز تا هنوز اینا توی قدم جنگی مقطعی وقفهی دارن. یه تو عملیات منظم که روی دست بوده باشه و زمینی هوایی متاسفانه صورت نگرفته. اما میگن که ما برای ما قمانده نشده. ما نمیفهم که قمانده را کی میتواخته که زمانی که قماندان قوتهای زمینی که میروه وقتی که او را اعزام میکنه من ایس مسئول نبرد جنگ در ولایت قندوز با تمام اختیارات صلاحیت به او باید داده شده، او باید کل اختیارات به دست داشته باشه، خودی از او باید بارید کار و وارد عمل باشه. اگر قمانده جنگ داده نمیتونه پس چرا میره اونجا در ولایت؟ البته چه ضرورت است؟ ببخشین خرلوخ صاحب، معذرت، صرف دشترچی و چاردره سقوط کرد و یا هم نقاط دیگر قندوز هم ناامن است؟ بدون شک نقاط دیگر قندوز هم فعلا در حالت ناامن شدن است. پیشنهاد ما در قسمت ای است که تا زمانی که چقدر ساحت قندوز ولایت قندوز ناامن است، یعنی ما به صورت کل گفتم میتونم که ولسوالی در مجموع ولسوالی های قندوز، 6 ولسوالی های قندوز ناامن است. مردم نگرانی خود، یعنی فیصدی بیشتر قندوز به دست مخالفین است. یعنی ولسوالی در شرچی، ولسوالی چاردره، ای هر دو ولسوالی خو مینور شما معلوم است که پیش مخالفین است. به همون ترتیب در ولسوالی امام صاحب هم مشکلی وجود داره، ولسوالی خانابات هم در اوجا مشکلات وجود داره، در ولسوالی علی آباد هم به همون ترتیب. پس در این ارتباط، در این زمینه رای حل در این ارتباطی است که تا زمانی که یک جنگ، یک حملات هوایی زمینی، هم حملات هوایی توسط هوایی اردوی ملی، هم حملات هوایی آیساف اگر صورت نگیره، من معلوماتی که من دارم با جنگ رویاروی زمینی
مقابله کردن مشکل می باشد، گرچه سربازای نیروهای امنیتی ما هم از اردوی ملی هم از پلیس ملی فداکاری های خود کرده، تلاش خود کرده، زحمات خود انجام داده، اما مشکل در سطوح رهبری می باشد. در اینجا پیشنهاد ای است که تقاضا از طرف عامی از مردم قندوز ای است که تا زمانی که حملات هوایی منظم دوامدار صورت نگیره، کمک برای ولسوالی در شهرچی صورت نگیره، برای وضعیت رسیدگی دوباره با پسگیری دوباره ولسوالی در شهرچی اگر کمک در اوجا اگر نروه دست به کار نشوند، ما تشویش و نگرانی از این را دارم که خدا نخواسته دوام مخالفین در ولسوالی در شهرچی باعث از این نشود که ولسوالی بالاخره تاثیراتش بر بالای ولسوالی خواجه غار وارد شود، تاثیراتش بر بالای ولسوالی امام سیم که متصل و همجوار است به او وارد نشود. به او اساس بعد هرچی عاجل و زودتر بعد رهبری حکومت وحدت ملی ما در رابطه با وضعیت قندوز و در رابطه با پسگیری و پسگیری ولسوالی های از دست رفته، اینا اگر دست به کار نشوند، اینا تصمیم جدی و قاطع نگیرند، اینا یک پلان عملیات زمینی و هوایی مثلا شما را... چند روز پیش نه تنها شما بلکه در ولسی جرگه هم نماینده قندوز مسئله را مطرح کرده. چرا به گپای شما گوش داده نمیشه؟ حکومت وحدت ملی چرا آنچه را که شما میگین جدی نمیگیره؟ من نمیدانم که دلیل در این رابطه چی است، چه برنامه وجود داره، چه پلان وجود داره. ما سخت از این وضعیت پیش آمده خودمان متاثر هستیم و آزرده و گلمند هستیم. بعد این مسئله را ما خو از رهبران حکومت وحدت ملی پرسیده شده که با وجود اینقدر مشکلات های شدیدی که اتفاق افتیده در ولایت قندوز چرا اینا هنوزم خاموش است؟ آنچه را که شما دریافت کردین با تماس های مکرره که با مسئولین محلی و مسئولین مرکزی در کابل داشتین، جواب از اینا چی هستن؟ واقعا شما چی را دریافت کردین که تعهدی وجود داره که در قندوز با همین مسئله روبرویی و جنگ درست صورت بگیره و بالاخره دشت ارچی و چاردره را از پیش مخالفین دوباره پس بگیرن؟ گرچه در ارتباط اصلا تعهد، صداقت، دلسوزی نسبت برای مردم قندوز ما کمتر احساس میکنم. اگر در صورتی که تعهد اگر وجود میداشت، دلسوزی اگر وجود میداشت، صداقت اگر وجود میداشت نسبت به وضعیت پیش آمده مردم ولایت قندوز، ممکن قندوز به این حالت نمیرسید. اما مشکل کلانی که در ولایت قندوز وجود داره او ضعف و ناتوانی رهبری خود ولایتی میباشه. تا زمانی که اگر جناب رئیس جمهور اگر خواسته باشند که قندوز از این حالت بعد بیرون بکشن، همیشه باید فرمانده امنیه به حساب ولایت قندوز و والی بی کفایت ضعیف ولایت قندوز، اینا با دستور و فرمان بتن. کسای دیگه ما داریم در اوجا، بسیار آدمای قوی، آدمای بسیار تکلهی که در بخش نظامی عمرش سپری کرده گیسه، اونا می مسئولیت همی عهده‌دار همی وضعیت شون که بالاخره از این حالت از این فضای به وجود آمده جلوگیری باید. مخالفین جنگجوی مخالفین داخلی هستن و یا خارجی هم در بینشان وجود داره؟ اکثریتشان مخالفین که از داخلی است و کسایی که از اتباع خارجی هستن بسیار تعدادشان اندک می باشه، ولی اکثرشان که بس اینه که اونا که داخل جنگ و نبرد هستن خود یعنی داخلی هستن که از خود قندوز می باشن، از جای دیگه. چرا یک به یک قندوز نام شد قرلوخ صاحب؟ فکر میکنین که یک پروگرام خاصی وجود داره تا که امی جنگ انتقال بته به شمال به یک نوع؟ هم این مسئله است، چون پلان برنامه کلان دسیسه کلان هم در این قسمت ما رد نمی کنم وجود داره، وجود داشت که بعد برنامه و پلان ای بود که بعد شمال نارام شود، به خصوص ولایت قندوز که این ولسوالی هاش اکثرش با کشورهای همسایه سرحدات بسیار امتداد سرحدات طولانی دارن، چون در اینجا دستای بزرگی که در افغانستان است، چون رقابت های جدی که بین امریکا و بین روسیه سر مسئله اوکراین
وجود داره. ممکن یکی از اهداف ناامنی های ولایت قندوز هم این بوده باشه که گویا اینکه چون افغانستان خو پیش از یاخ هدف نیست، بلکه افغانستان وسیله است برای رسیدن برای اهداف بزرگی که اونا دارن، به خاطر از اینکه به نحوی انتقام گرفته باشن از کشور روسیه، خواستن که با گرفتن ولسوالی های همجوار هم سرحد با کشور تاجیکستان توسط مخالفین یک نوع به حساب سراسیمگی را یک برای کشور همسایه وارد بکنه، اونا را زیر فشار بیاره، یعنی یک تهدید جدی مخالفین تلقی شوه. این مثلا یک بود قضیه ایمه بود قضیه که استخباراتی است و مسئله جنگ فیلی قندوز به یک نوع استخباراتی مسئله را هم ولی صاحب قندوز و هم شما و هم دیگر بزرگا ایره گفتین. پس فکر میکنین که در توان حکومتی است که روی ازیر بگیرن، در حالی که اگر مسئله بین روس و آمریکا باشه؟ بدون شک من گفتم میتونم که فقط سر از فردا اونا رهبران حکومت وحدت ملی ما یک تغییر در قدم اول، یعنی ما رای حل اساسی بنیادی برای بهبود وضعیت امنیتی در قندوز ما ایرا میبینیم که در قدم اول بعد جناب رئیس جمهور اگر دلشان برای مردم قندوز اگر میسوزه، خواهان ازی هستند که بعد امنیت در ولایت قندوز بیاید، مردم قندوز از تشویش و از نگرانی ها با دور شوه. در قدم اول با سر از این شب سر از فردا بعد که این رهبری که در اونجا انتخاب شده در اونجا هستن بعد تغییر در اونا بیاید، کسای دیگر در اونجا بگماره یک مسئله. و گپ دومی که از حملات هوایی بسیار زمینی بسیار باشین تعلق به امیر رهبری که شما میگن، فکر میکنن که به یک نوع امی جنگ مدیریت میکنه امیر رهبری؟ رهبری موجود چون امی توانایی مدیریت کردن، توانایی رهبری کردن در ابتدا در وجود از آن نبود که یک دلیل عواملی اینقدر به حساب تقویه شدن طالب یا پیشرفت طالب هم دلیلش این همی شد که در اونجا کسی نبود که جنگ سوق اداره بکنه، کسی نبود که جنگ مدیریت بکنه، نیروهای امنیتی را به حساب رهبری بکنه. شما گفتین که طالبا و شروزکات که جمع میکرد اینا را چیز گفته نشد، فکر میکنین که به یک نوع رهبری محلی هم با بامی جنگ همسو است؟ خب پس زمانی که یک ماه مکمل که ماه جوزا بود اونا مصروف جمع آوری حاصلات و شروع زکات بودن، اینا هیچ گونه فقط در حالت مدافعه قرار میگرن، تعرض، حرکت، تحرک از خود نشان نمیتن، خود از یک سوال برانگیز است. بعد پرسیده شد به معنی چی است؟ فکر نمیکنن که همسو هستن با می جنگ که باید ما در یک قسمت چیزی گفتن آنچی را که امو بخش استخباراتی جنگ نمیدن ما در یک قسمت چیزی گفتن نمیتونم. بعد این سوال از خود مسئولین ولایتی قندوز پرسیده شد که چرا در طول یک ماه اونا مصرف جمع‌آوری لکاسر و چرو زکات مردم بودن، اینا در حالت سکوت قرار داشتن، در حالت تحرک حرکت نبودن، یعنی یک دلیل و یک عامل از اینکه قندوز به این مرحله میرسه دلیلش هم اینمی ضعف و بی‌کفایتی خود رهبری حکومت محلی بود. بسیار تشکر خرلوخ صاحب در بحث ما بودیم. قدرمند دوستان اول تاس نه هم مننه که او چطور دیدم موضوع مملتیا وکړه تربیه مال عمل شد.